با سلام به برنامه ایران و جهان خوش آمدید در این برنامه به تحولات کوبانی میپردازیم پردازیم نگاهی میکنیم به افتخیص های گفتگوهای هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک و گفته های اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی داریم از بدهی معوقه دولت به بانک ملی و در پایان گزارشی داریم از محمد رضا شاید خبرنگار ما در پاریس که از دیدار وزرای کشور و دفاع فرانسه با مقامات قطری میگوید با ما همراه باشید آمریکا میگوید با وجود پیشرفت کوردها در کوبانی هنوز احتمال سقوط این شهر وجود دارد در همین حال ترکیه میگوید که در حال کمک به نیروهای کرد عراق موسوم به پیشمرگه ها برای عبور از خاک ترکیه و رسیدن به شهر کوبانی سوریه به منظور نبرد علیه داعش است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز ماری هارف در یک کنفرانس خبری گفت باراک اوباما رئی جمهور آمریکا با رجب طیب اردوگان رئی جمهور ترکیه درباره موضوع اطلاف علیه داعش صحبت کرد به افزود ما در این گفتگو شفاف ساختیم که چرا حمایت از مبارزان کرد در کوبانی از طریق بسته های هوایی اهمیت دارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مذاکرات با ترکیه ادامه دارد ما از بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه درباره اجازه به پیش ها برای ورود به کوبانی استقبال می کنیم. حرف افزود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا هر دو مذاکرات سازنده‌ای با همتایان ترک خود داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد با وجود اختلاف ها در تاکتیک ها به مذاکرات با ترکیه ادامه می دهیم اما با این موضوع مخالف هستم که اختلاف بزرگی وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه همچنان به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه انجلیک را نمیدهد گفت من نمیتوانم جزئیات عملیاتی را مطرح کنم ماری هارف درباره بستههای هوایی که به داخل کوبانی پرتاب شده گفت اینها منابعی از کردهای عراقی بوده که شامل تجهیزات پزشکی تسلیحات و مهمات است به افزود ما به ترکا اهدافمان از این اقدام را اعلام کرده و توضیح داده ایم که چرا معتقدیم که کمک به نیروها در کوبانی مهم است سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره اوضاع در کوبانی گفت کوبانی هنوز نیز تحت تهدید جدی قرار دارد و هنوز این احتمال وجود دارد که سقوط کند وی گفت برآورد ما درباره بغداد تغییر زیادی نکرده اوضاع الانبار همچنان چالش برانگیز است گفتنی پیش از اظهارات سخنگوی کاخ سفید ترکیه اعلام کرد که در حال کمک به نیروهای کرد عراق موسوم به پیشمرگه ها برای عبور از خاک ترکیه و رسیدن به شهر کوبانی سوریه به منظور نبرد علیه داعش است. شهر کوبانی که ماه گذشته توسط نیروهای گروه داعش محاصره شد طی هفته های گذشته مورد حمله سنگین ستیز جویان داعش قرار گرفت و نیمی از این شهر که در مرز ترکیه است به دست داعش افتاد با این حال کردها میگویند که با حمایت اعتلاف به رهبری آمریکا توانستند نیروهای افراطی داعش را عقب برانند اگرچه وضعیت هنوز شکننده است خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک ترکیه به پیشمرگ کرد یک چرخش مهم در سیاست ترکیه است که این کشور قبلا از ورود پیشمرگه های کرد عراقی به ترکیه برای رفتن به کوبانی جلوگیری می کرد. ترکیه طی ماه گذشته با فشارهای داخلی و بین المللی برای کمک به کردهای سوریه در کوبانی مواجه شده است. اخیرا تظاهرات خشن در مناطق کردنشین ترکیه در اعتراض به تعلل این کشور در کمک به کوبانی منجر به کشته شدن بیش از 20 ماترش شد. با این حال ترکیه هنوز از ارسال نیروهای نظامی پیاده خود برای مبارزه علیه داعش در سوریه همچنان اجازه استفاده نیرو هوایی آمریکا از پایگاه انجلیک ترکیه را صادر نکرده است. گفتنی است در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترکیه هنوز حریم هوایی خود را برای بمباران مواضع داعش در کوبانی در اختیار نیروهای هوایی آمریکا قرار نداده است. در یک ماه گذشته حملات هوایی اعتراف ضد دولت اسلامی در کوبانی 553 کشته داشته که بیشتر آنها از تندروهای اسلامگرا بودند. در همین حال دولت باراک اوباما هشدار داد کسانی که از گروه داعش نفت خریداری می با تحریم های جدی ایالات متحده مواجه خواهند شد. Our خبرگزاری رویترز سخنان دیوید کوهن معاون وزارت خزانهداری آمریکا را باستاب داده است که تأکید می کند گروه خلافت اسلامی با اقدامات وحشیانه خود بر مناطقی از سوریه و عراق مسلط شده و اگر متوقف نشوند تهدیدی برای آمریکا و متحدان آن خواهد بود. آقای کوهن نظار داشت به استثنای برخی سازمان های تروریستی که از حمایت های دولتی برخوردارند گروه خلافت اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی که با آن مواجه هستیم احتمالا بهترین پشتوانه مالی را دارد به گفته او داعش در هر ماه به واسطه فروش نفت خونبه ها اخخازی و دیگر اعمال مجرمانه ده ها میلیون دلار درآمد دارد و همچنین از حمایت حامیان مالی ثروتمند برخوردار است. پیش از این خبرگزاری آسو شتر پرس به نقل از مقامات امنیتی آمریکا نوشته بود که امکانات مالی داعش از همه گروه های شب نظامی در تمام تاریخ بیشتر است. این گزارش عنوان می کرد که درآمد روزانه داعش حدود سه میلیون دلار است اما، اکنون معاون وزارت خزانداری آمریکا تاکید می کند که واشنگتن و متحدانش در صدد راههایی برای قطع راه های درآمدزای این گروه از جمله فروش نفت هستند. آقای کوه ابزود اگرچه حملات هوایی آمریکا تا حدی مانع دستیابی داعش به درآمدهای نفتی شده اما باید راههایی را پیدا کرد تا بتوان مجموعه منابع مالی آن را هدف قرار داد. و مانع دستیابی این گروه به بخش اقتصاد رسمی از طریق واسطه ها تجار شرکت های حمل و نقل و پالایشگاه ها شد وی در نهایت گفت که ترکیه و حکومت اقلیم و کردستان در عراق مقابل با شبکه های قاچاق نفت در آن منطقه را آغاز کردند شبکه هایی که از مدت ها قبل از آن که داعش از آن بهره ببرد وجود داشتند در رویداد دیگر هم دیدبان حقوق بشر سوریه در آمار جدیدی گفته است 464 جنگجوی داعش 57 تن از افراد جبهت النصره شاخه سوریه القاعده و 32 غیر نظامی از جمله 6 کودک و 5 زن در حملات هوایی نیروهای اطلاف از روز 23 سپتامبر تا کنون کشته شدند. بنابراین این گزارش اکثریت بالای جنگجویان کشته شده از داعش و نصره سوری نبودن آمریکا و نیروهای اطلاف علیه داعش روز سوم سپتامبر سال جاری دخستین حملات هوایی خود را به مواضع دولت اسلامی و انصره در سوریه آغاز کردند. این حملات به ویژه مانع از پیشرفت نظامی نیروهای داعش در شهر کردنشین کوبانی واقع در مرز ترکیه شده که یگانهای مدافع خلق از آن دفاع می کنن. به گفته واشنگتن در حال حاضر بیشتر مناطق کوبانی در دست یگانهای مدافع خلق قرار دارد اما کردها از چند هفته پیش خواهان حمایت از خارج برای مقابله با نیروهای داعش شده بودند چرا که تندروهای اسلامگرا چه به لحاظ تعداد و چه تجهیزات نظامی برتری دارند در هفته اخیر ایالات متحده حملات هوایی خود را علیه داعش در اطراف کوبانی چند برابر کرد و سپس از طریق هوا برای مدافعان شهر سلاح سبک و مهمات ارسال کرد همزمان با تشدید درگیری های میان نیروهای مدافع شهر کوبانی و نیروهای گروه خلافت اسلامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است موافق اقدام آمریکا برای ارسال کمک و سلاح برای نیروهای کرد سوریه نیست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درخواست برای تجهیز نیروهای وابسته به حزب اصلی کردهای سوریه را رد کرده و آنها را تروریست خوانده است آقای اردوغان گفت که حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه مانند پکاکا حزب کارگران کردستان در شورش های سی سال اخیر در جنوب ترکیه نقش داشته است دولت ترکیه به دلیل درگیر نشدن در نبرد کوبانی مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شده است که در قدرت گرفتن گروه داشت نقش داشته است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه واقع در مرز ترکیه از دو ماه پیش تحت حجوم شدید شبه نظامیان گروه داعش قرار گرفته و یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در حال دفاع از این شهر هستند. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درخواست برای کمک تسلیحاتی به یگانهای مدافع خلق در نبرد با داعش گفت این توقع بسیار بیجایی است که ما به درخواست آمریکا برای چنین حمایت ها و کمکهایی جواب مثبت بدهیم اظهارات آقای اردوگان در حالی منتشر شده که کاخ سفید از مکالمه تلفنی او با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت کوبانی و نبرد با داعش خبر داده است. بنابر اعلام کاخ سفید، دو رئیس جمهور وعده ادامه مشارکت نزدیک برای تقویت همکاری ها علیه داعش را دادن. در همین حال، شهر کوبانی همچنان هدف حملات سنگین شبه نظامیان دولت اسلامی قرار گرفت که در روزهای گذشته مجبور به عقب نشینی شده بودند. گزارش می شود که داعش در چند روز گذشته متحمل تلفات سنگینی در این شهر شده باشد. هاپیماهای اطلاف تحت رهبری آمریکا در این روز حملاتی علیه نیروهای داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. همزمان گزارش شده که دو خودروی بمب گزارش شده در کوبانی منفجر شدند. بنابراین گزارش و به نقل از منابع بیمارستانی هفتاد ستیزجوی گروه خلافت اسلامی در جریان درگیری ها در دو روز گذشته در کوبانی کشته شدند. شهر کوبانی طی یک ماه اخیر به کانون نبرد بین نیروهای خلافت اسلامی و مدافعان کرد بوده است و نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا طی این مدت مواضع گروه داعش در این شهر و اطراف آن را هدف قرار دادن این در حالی است که دو روز پیش رئیس مرکز فرماندهی حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه گفته است گروه خلافت اسلامی تصمیم گرفته تا حملات خود را بر کوبانی متمرکز کند و نیروهای زیادی را به این منطقه اعزام کند جاش آرنس سخنگوی کاخ سفید هم گفته است گروه خلافت اسلامی نیروها و منابع خود را به سمت کوبانی متمرکز کرده است از زمان آغاز حمله گروه داعش به شهر کوبانی دست کم 160 هزار نفر از ساکنان این شهر و روساهای اطراف به ترکیه و عراق گریختند. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته جمهوری اسلامی با اعلام پایان دو روز گفتگوهای کارشناسی میان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک این گفتگوها را جدی فشرده سریح و مفید خواند. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی و کشورهای گروه پنج به علاوه یک برای بحث درباره موضوعات مورد اختلاف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و استفان کلمنت دستیار ارشد مسئول سیاست خارجی تادی اروپا در شهر وین برگزار شد. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اول آبان ماه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا تصریح کرد هیئت ها معتقد بودند که دیدگاه های بس شده برای یافتن راحل های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره موثر و مفید بود و اضافه کرده گزارش گفتگوهای کارشناسی به مسئولان عالی جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک ارائه خواهد شد در همین حال خبرگزاری ایرنا می نویسد طرفین طی این دو روز بر سر موضوعات اختلافی مانند میزان قنیسازی اورانیوم نحوه لغو تحریم ها و مدت زمان توافق نهایی بحث و گفتگو کردند رهبر جمهوری اسلامی روز 16 همه تیر ماه ظرفیت قنیسازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فوردو و سه مسئله مهم در چانزنی هستئی ای ایران با گروه پنج به یک عنوان کرده بود. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک روز 24 مهر در وین پایان یافت که پس از آن مقامات تهران و واشنگتن اعلام کردند این مذاکرات دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده است فردای آن روز خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آمریکایی نوشت تهران در حال بررسی طرحی پیشنهادی از سوی واشنگتن است که به ایران اجازه می دهد بخش بزرگتری را از زیرساخت‌های هسته‌ای خود حفظ کند و در عین حال توانایی تهران را برای ساخت سلاح اتمی کاهش داد. خبرگزاری رویترز نیز روز سهشنبه 29 مهر گزارش داده بود هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای پیشنهادی در مورد نحوه رفع تحریم ها ارائه کرده اما طرف غربی گفته است این پیشنهاد مورد جدیدی نیست. مقام های جمهوری اسلامی به این خبرگزاری گفتند که رهبری ایران راضی است که اتحادیه ای اروپا تحریم های بخش انرژی و بانکداری را که در سال 2012 وضع کرده به طور تدریجی لغو کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی 29 مهر ماه این گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرد و آن را گمان زنی خواند. فرصت یک ساله ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق نهایی روز سوم آذر ماه به پایان می‌رسد. در همین رابطه وندی شرمن معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ایالات متحده در گفتگوهای گروه پنج بعلوی یک با ایران با پیچیده توصیف کردن مذاکرات هسته ای تاکید کرده باید از یک ماه باقی مانده به مهلت سوم آذر برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی استفاده کرد این مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی نباید و نخواهد توانست که به صلاح هسته ای دست پیدا کند مندی شرمن همچنین خواهان اقدامات قانع کننده و قابل راستی جمهوری اسلامی برای اثبات صلحآمیز بودن برنامه هسته شد و اینکه این برنامه در آینده نیز صلحآمیز باقی خواهد ماند معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا گفته است مذاکرات جاری مانند معمایی میماند که اجزای مختلفی دارد از جمله زیرساختهای اتمی ایران مقدار ذخیره مواد هسته‌ای و نوع فناوری که به گفته خانم شرمن همگی به هم ارتباط دارند بندی شرمن گفته ایده های پیشنهاد شده از سوی طرف های مذاکره به تهران عادلانه قابل اجرا و سازگار با خواست مطرح شده ایران برای داشتن برنامه اتمی غیر نظامی است او افزوده تقصیر شکست احتمالی مذاکرات متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی هنوز تمام اقدامات برای شفافسازی برنامه اتمیش را که موافقت کرده بود تا انتهای ماه اوت انجام دهد انجام نداده است. آژانس مسئول راستی آزمایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده برای حل و فصل تمام مسائل باقی مانده در پرونده اتمی جمهوری اسلامی بسیار مهم است تا تهران به موقع تمام اقدامات عملی که در چارچوب همکاری با آنها موافقت کرده بود انجام دهد. به گفته آقای آمانو پیشرفت بررسی ها درباره تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی برای بمب‌های اتمی پیشرفت اندکی داشته است. آژانس المللی انرژی اتمی روز 17 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد در آخرین دور مذاکرات فنی با تهران جمهوری اسلامی هیچ پیشنهادی برای حل پرسش‌های آژانس ارائه نکرده است این گفتگوها درباره اجرای دو اقدام عملی مرتبط با آزمایش‌های جمهوری اسلامی در خصوص انفجارهای بسیار قوی و جابجایی نوترون بود ارائه اطلاعات مربوط به مطالعات صورت گرفته یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با انتقال نوترون، مدل سازی ها، محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در موارد فشرده بوده است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید این قبیل آزمایش ها که در گذشته در ایران انجام شده می تواند به ساخت سلاح اتمی منجر شود. یوکیا آمانو در نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس در موقعیتی نیست که بتواند تضمین معتبری درباره وجود نداشتن هیچ گونه مواد و فعالیت های اعلام نشده در ایران ارائه کند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی نشریه نیویورک تایمز یادداشتی از یووال اشتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل را با عنوان با ایران توافق بد نکنید در صفحه نظرات خود منتشر کرده است و می نویسد اسرائیل به شدت از مسیری که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی می پیماید نگران است و جهتی را که گفتگوها طی می کنند به خصوص آنچه به قنیسازی اورانیوم برمیگردد اشتباه می داند. به نظر وزیر اطلاعات اسرائیل گرچه ایران اخیرا لحن خود را اصلاح کرده اما از زمانی که حسن روحانی نرمگو به جای محمود احمدی نژاد پرخاشجو به عنوان رئیس جمهور به قدرت رسیده تغییر زیادی در اساس قضیه داده نشده است او میافزاید ایران از اصرار خود به حفظ و استفاده از 9400 سانتریفیوژ برای قنیسازی اورانیوم و راکتور هسته ای تقریبا کامل خود در عراق که در آینده میتواند پلوتونیوم تولید کند کوتاه کوتاه است اشتاینیتس می نویسد ایران لحن آتشین ضد غربی خود را نرم کرده و این هایی در رابطه با مسائل کم اهمیت نشان داده اما ما نباید گول این رفتارها را بخوریم و از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما می خواهد که به گفته خود پایبند بماند که بهتر است هیچ توافقی با ایران صورت نگیرد تا اینکه توافقی بد صورت گیرد جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی حدود 14 سال در حال گفتگو بر سر برنامه اتمی جنجالی جمهوری اسلامی هستند. در این مدت تحریم‌های بی سابقه علیه های مختلف انرژی، صنعتی و اقتصادی و بانکی ایران تصویب شده است. آمریکا، اسرائیل و تعدادی دیگر از کشورهای جهان نگرانند که تهران در پوشش برنامه اتمی صلح‌آمیز سلاح هسته‌ای تولید کند. به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران بخش خصوصی 13 هزار میلیارد تومان معوقه به این بانک دارد که نیمی از آن مربوط به 54 نفر است. بانک ملی در استرداد مطالبات خود در اختلاس با مشکل روبرو بود. عبدالنصر همتی مدیر مل بانک ملی ایران در سخنانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان رقم واقعی بدهی‌های های بخش خصوصی به بانک ملی را دیویست هزار میلیارد ریال اعلام کرده. از این مبلغ 130 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دیگر دو سوم کل بدهی‌های های بخش خصوصی مشمول تأخیر و تعویق در بازپرداخت است. همتی در این حال افزوده نیمی از معوقات بخش خصوصی مربوط به پنجا و چهار نفر است. او دولت را یکی از بدهکاران کلان به بانک ملی معرفی کرده و گفته است که بدهی آن به 150 هزار میلیارد ریال میرسد. ظاهرا دولت نیز در بازپرداخت بدهی های خود تعویق دارد زیرا همتی از مجلس و مسئولان خواسته که ترتیبی دهند تا این بدهی ها زودتر وصول شود. همتی در مرداد ماه امسال کل بدهی دولت به نظام بانکی کشور را 700 هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود. در همین حال دولت یازدهم سیاست خروج از رکود اقتصادی را بر مبنای انضباط پولی تنظیم کرده که از طریق کنترل و هدفگذاری رشد اجزای پایی پولی حاصل می شود که متفاوت از انقباز پولی است. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت در شرایط رکودی سال 93 نه تنها انقباز بخش پولی در برنامه های اقتصادی دولت قرار ندارد بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از جمله مهمترین برنامه های دولت برای خروج از رکود است اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری اندکی پیشتر مجموع بدهی ها به بانک ها را 820 هزار ریال اعلام کرد که 17 درصد آن مربوط به دولت است به گفته کارشناسان سیستم بانکی ایران دچار مشکلات عدیده است که این سیستم را به حالتی شبیه بحران نزدیک کرده و بانک ها را از تسهیلات رسانی بهینه باز داشته است. آرزه مهم ضعف بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها تلقی می شود. به گفته مسعود خانساری عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در سالهای اخیر بانک ها کاملا رها شده و هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نپذیرفته. بیشترین فشار بر بانک ها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد اگرچه تورم متوسط کشور بالای 20 درصد بوده ولی بانک ها با حکم رئیس جمهوری موظف شدند وام های خود را با بهره 14 درصد پرداخت کنند که این علاوه بر اینکه خزانه بانک های دولتی را خالی کرد بلکه شبکه فسادی در داخل و خارج از بانک ها به وجود آمد که مبادرت به خرید و فروش اینگونه وام ها می و حتی برای فروش علنی در روزنامه ها آگهی می دادن. امده این وام ها در قالب طرحهای زود بازده به افرادی داده شد که هیچ گونه فعالیت تولیدی نداشتند و یا وام های کلانی به افرادی نزدیک به کانون های قدرت داده شد بدون اخذ وسیقه معتبر و مناسب با وام ارائه شده. در نتیجه بانک ها برای وصول دچار مشکل شدند. همتی نامی از 54 نفری که به بانک ملی بدهی های کلان معوقه دارند نبرد. این در حالی است که اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح 70 میلیارد دلار افشا شده که در آن نام و رقم بخشی از بدهی ها و سوء های اطرافیان و کارگزاران محمود احمدی نژاد درج شده است احمد بخشایش نماینده مجلس با تایید صحت این لیست گفته است که فقط بخشی از بدهی 70 میلیارد دلاری کارگزاران دولت احمدی نژاد را باستاب داده بانک ملی یکی از بانک های درگیر در اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود. اوایل مهر ماه ناصر همتی اعلام کرد از این مبلغ دستکم بیش از 1100 میلیارد تومان به بانک ملی مربوط می شود اما به رغم صدور حکم برای عاملان این اختلاس به گفته همتی دوزار هم به بانک ملی برگردانده نشده است. نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی میگوید شاهد شکنجه نوه خردسال احمد جنتی با سیخ داغ و شلنگ توسط وی و همسرش بوده است. خانم موسوی مطلب را در واکنش به اظهارات احمد جنتی که چند روز پیش گفته بود مجازات میرحسین و کروبی اعدام است نوشته است. نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی در یک پست فیسبوکی پس از انتقاد نسبت به سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که جنتی و همسرش نوه خورسال خود را با سیخ داغ و شلنگ شکنجه می کردن. وی با اشاره به سخنان جنتی درباره اینکه حکم موسوی و کروبی اعدام بود و برای این حرف نحوه اعدام موسلین را مثال آورده بود نوشت آیا بهتر نیست پیش از مقایسه دیکتاتور فاشیست ایتالیا با محصورین، اندکی تاریخ مطالعه بفرمایند و آن وقت تفاوت واضح دیکتاتوری فاشیست را با زندانیان محصور که نه به دنبال قدرت و بلکه به گفته خود آنها تنها همراه معترضین به نتایج انتخاباتی بودند که به شکل مدنی و بر اساس اصل 27 قانون اساسی اعتراض خود را نشان میدادند نرگس موسوی حمایت خارجی از سران جنبش را هم بیسند دانست و گفت این صحبت نیز ادامه همان صحبت های بی سند و مدرکی و بهتان هایی است که زدند و قافل از اینکه مردم آگاه در از این هستند که تحت تاثیر چنین عکازی قرار بگیرند و این گونه سخنان سخت بی پایه و اساس است که کهنه و نخنماست البته وجدان اکثریت مردم و حافظه تاریخیشان نه صاحبان منصبان و موسواران ورزیده بحران سال 88 بهتر میتوانند قضاوت کنند در پایان نرگس موسوی نوشت قابل ذکر است قصاوت قلب و میل ایشان به زدن و کشتن سالها پیش از این به ما اثبات شده بود گفتنی های زیادی هست از زمانی که از قضای روزگار همسایه دیوار به دیوار این مرد کهنسال بودیم و شاهد شکنجه نوه خورسالش همان کودکی که پدر و مادر مجاهد خلقش در درگیری هایی کشته شده بودند. نمونه بارز کودک ایشان هنوز گوش من است از فریادهای نوه اسیر در دست پدر بزرگ و من که آن زمان خود سال بودم وحشت زده فریادهای آن نوییتیم یتیم که زیر شیلنگ و سیخ داغ توسط پدر و مادر بزرگش کتک میخورد و شکنجه میشد پیشتر نیز علی متحری نامهی سرگشاده به جنتی نوشته و قید کرده بود احمد جنتی عدالت خود را از دست داده از محاکمه موسوی و کروبی حراس دارد و درباره رهبران جنبش سبز قیاس مزهکی کرده است آقای متحری خطاب به احمد جنتی تاکید کرده تا زمانی که دادگاه وقایع سال 88 برگزار نشود وجدان جامعه آرام نخواهد شد این نماینده مجلس در نامه خود از جنتی پرسیده چرا اینقدر از محاکمه موسوی و کروبی حراس دارد؟ و خود علت این حراس را نگرانی از روشن شدن برخی حقایق برای مردم ایران دانسته است متحری نوشته علت حراس جنتی از این محاکمه جز این نیست که نگران است تبلیغات چند ساله نظام درباره وقایع سال 88 و رهبران جنبش سبز نقش بر آب شود گفتنی احمد جنتی در یک گفتگوی تلویزیونی از ادامه حصر موسوی و کروبی دفاع کرده و اعتراضها به این تصمیم جمهوری اسلامی را وارد ندانسته است وی گفته بود نظام بر سر این دو رهبر جنبش سبز منت گذاشته که تا کنون آنها را محاکمه نکرده است چرا که در صورت محاکمه حکم این افراد اعدام خواهد بود محمد رضا زائری فعال فرهنگی محافظه کار میگوید مسئولان و سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی در پیله توهم بوده و به نفاق عادت کردند نهادهای سیاسی مذهبی و امنیتی تصمیمات آنها را مخدوش می کنند و مدیران برای رضایت برخی امامان جمعه و نهادها وارد یک بازی تظاهرگرایانه می شبند. محمد رزا زاری فعال فرهنگی محافظه کار از ابزایش فاصله مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی با مردم ابراز نگرانی کرده و گفته آنها برخلاف مردم عادی کمتر در جامعه حاضر می شوند در شبکه های اجتماعی قایب هستند و از ماهواره هم استفاده نمی کنند به افزوده بیگانگی مدیران فرهنگی با زبان اقتضاعات و نیازهای مردم موجب شده آنها به اطلاعات و اخبار روز اشراف نداشته و در پیله توهم خود گرفتار یک فضای انتظایی باشند. این فعال فرهنگی از اینکه در جمهوری اسلامی الزامی وجود ندارد که سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها مبتنی بر اخبار و واقعیات جامعه باشد انتقاد کرده است. زاری در بخش دیگری از اظهاراتش به صراحت گفته افرادی از نهادهای سیاسی، مذهبی، انتظامی و امنیتی و رسانه‌ای و خبری روند سیاستگذاری مدیران فرهنگی را مخدوش می کنند. به گفته وی در جمهوری اسلامی بسیاری از افراد به ریا، نفاق و تظاهر عادت کردن و مدیران نیز در همین فضا به جای تصمیمگیری درست ناچار می شود دیگران را راضی کند. زاهری افزوده مدیر فرهنگی برای اینکه امام جمعه فلان شهر یا مدیر فلان مؤسسه ناراحت نشود یا رئیس فلان نهاد نکند در یک بازی تظاهرگرایانه بگونه گنی عمل می کنند تا با ظاهرسازی زمان را بگذراند به گفته ای وی در ایران یک مدیر فرهنگی موفق مدیری است که هیچ کاری انجام ندهد و برای محبوبیت و مقبولیت خود لابی کند ظاهری در این حال حوزه های علمیه و روحانیت را در به هم ریختگی اولویت ها در کشور مقصر معرفی کرده است به گفته روحانیت باید طوری عمل کند که افراد به ربا حساس شوند نه به حجاب این روحانی افزوده اولویت اصلی امر به و نهی از منکر باید نسبت به اساس حاکمیت باشد و نه نسبت به فردی که در یک خیابان فرعی یا در گوشه ای مثلا روزخاری می کند و همچنین گفته اوایل انقلاب مردم کمتر به ظاهرگرایی مشغول بودند و وی فکر می کند اگر حزب الله هم در لبنان حاکمیت را در دست بگیرد احتمالا آنها هم دچار همین مشکلات می شوند. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدهید تا هفته دیگر خدا نگهدار